سلام، اینجا میکروفون کار نمیکنه، واسه همین دارم وایس اوور میذارم. چند ثانیه دیگه صدا درست میشه و اینجام دارم میگم که ساعت 3-4 ظهر و هنوز قهوه نخوردم و مغزم به شدت نیاز به کافئین داره. من نمیدونم چه خبره، انقدر همیشه آدم تو خیابوناست. و همطور که من میرم بیرون، بقیه هم میان بیرون دیگه، ولی خیلی زیادن. بشین تو خونه هاتون. هوام به شدت گرم، احساس میکنم وسط تابستونی. و آها، اینم بگم، سر ویدیو قبلی که مثلا من تو رانندگیم ویدیو گذاشتم تو یوتیوب، اینو اصلا فکر نکردم. اصولا من میتونم برو همه خیابونا واسه تو ببینم چی کار میکنی. کلی بابا کلی تو رو قرآن برو عزیزم، نگاه کن دیگه گاف. همینجوری بایی، من تمام تلاشم اینه فوش ندم. برای اینکه فوش ندم، خودم عادت دادم قربون صدقه مراشه شدیم که بایی عزیزم اینجوری نکن، نگاه کن مثلا جلو تو. ولی بعضی وقت باید نمیتونم جلو خودم بگیرم و خیلی بدم میاد که فوش میدم بعضی وقت، واقعا خودم ناراحت و کلا از فوش دادن خیلی بدم میاد. یکی از اهداف که نمیشه گفت، ولی آره هدف دیگه، چیزای اصلی که واسه امسال گذاشتم، سال 1401، اینه که کمتر یعنی اصلا فوش ندم تا جایی که میشه واقعا. چون من خیلی من کم فوش میدم، مثلا آدم بددهنی نیستم که همینجوری همیشه فوش بدم. دوباره همونه، به خدا همیشه مثلا یه نفره که عامل اینه که همه میپیچن تو هم دیگه. بیا تو هم برو ببین. خب عزیزم سرعت نگیر وقتی نمیتونی ترمز کنی دیگه، نگاه کن تو رو خدا. خب معلومه بعد ترمز کنی یکم دیگه وقتی انقدر ترافیکی. یهو مثلا روش میره رو سرعت 100 تا. خب من اومدم قهوه بگیرم چون دیگه لازمش دارم. مردمم خیلی عصبیان، حقم دارن، از صبح سر کار بودن، الان میخوام برگردن خونهشون استراحت کنن. هوا خیلی گرمه، گرونیه، ترافیکه، همه دارن داد بزنن تو خیابون. واقعا اعصاب مردم خرابه، که میگم حقم دارن، ولی اعصاب منم خرابه. واسه این بهتره که کافئین به خودم برسونم. نه، کاری نداره. و اینکه موبایلم هم خاموش شد از شدت گرما. من نمیفهمم تو اردیبهشت چرا یه جوری گرمه، انگار وسط مردادیم. امیدوارم تابستون خدا به خیر بگذرونه واقعا. و کارت هم الان چک میکنم دوباره که حتما توی این کارتی که آوردم با خودم پول باشه، نرم اونجا بزنه موجودی کافی نیست. و اینکه خیلی گرمه. بریم اولین چیه یعنی بابا ببین، توی پاییز و زمستون من آیس لاته و کلن آیس کافی نخوردم، یعنی دیگه فقط مثلا موکا و لاته و اینا میگرفتم. و الان چون هوا گرم شده داریم وارد فصل جدید میشیم، دیگه آیس کافی میگیریم. و اینکه آره، اصلا احساس بکنم آمادگی پیاده شدن از ماشین رو ندارم چون هوا خیلی گرمه. بذار اینم بزنم، ماشتم رو دوز نبره، حالا بیشتر عصبانی بشین. من یه شما گذاشتم اینجور، حالا تعریف میکنم. من دو از خیلی همونو گرفت. من فکر کردم شیشه است، واقعا فکر کردم شیشه است و پام گذاشتم توش و پام خیلی یعنی کفشم خیلی شد، خیلی بد بود. من واقعا نمیدونم چی جوریه، ولی من وقتی که به عنوان پرسنل دارم توی کافه کار میکنم، مشتریایی که میان بی احترامی میکنن، وقتی به عنوان مشتری میرم توی یه کافه ای، پرسنلش به من که مشتریم بی احترام، من نمیدونم تو چه نقشی باید باشم که به من بی احترامی. نه خوب رفتار نمیکنن، حالا نه بی احترامی، اونجا به من بی احترامی نکردن، ولی نمیدونم خیلی واسم عجیبه. من با من مشتری که میرم، کارکنای اون کافه با من یه جوری رفتار میکنه، وقتی من خودم کارکن کافه هم مشتری ها یه جوری با هم رفتار میکنن. من نمیدونم مشکلم چیه دیگه. و اینکه آره، انتخاب من به هیچ عنوان اینجایی که رفتم نبود، اسمش هم اصلا نمیارم.
نه به خاطر امروزا کلن، ولی چون که الان همه جا بسته است، این جز محدود جاهاییه که سرویس میده و اینا، فقط بیرون برداره. من انتخابی نداشتم امروز، وگرنه که من کلا مشتریشون نیستم. حتی به خانه اسپانسر نه، شوخی میکنم، چیزه مشتریشون نیستم و نکنن خیلی حال نمیکنم باشون. آره اسمش هم نگفتم. نه من مثلا من میام مثلا یه چیزی رو میخوام نگم و همه من تو کامنت میام منظورت فلان جاه. ولی آره الان اینم تو خیابون نمیخوریم، میریم یه کوچه بنبست پیدا میکنیم که با آرامش بتونیم بخوریم آیسلتمونو، که حالم خوب بشه بتونم دوباره رانندگی کنم و برم توی ترافیک. Day 2. I can see it in your eyes. You've seen the moon and its darker side. I can feel the gravity. The forces pull between you and me. Yes, it's true, I'm falling hard for you. But I won't rush this love. If it's hard to take, one moment is enough. I will be standing here right by your side. I will be standing here till the end of time. I will be standing here all through the night, night. To the stars above. قفص بالایی کامل مرتب شد. اینا هم لباس هایی که کثیفن یا میخوام اهدا کنم. و اینکه آره دیگه این چهارات هم مرتب شده آهسته و پیوسته. هفته ای دوتا قفص رو تمیز کنیم، بعد از دو ماه اتاقمون مرتب میشه. تاینی هابیتس یا اتمیک هابیتس، نمیدونم کدوم بود، ولی همون. هر روز یه کار کوچیک انجام بده از من یاد بگیر. بعد از 10 سال دارم مرتب میکنم ولی راضیم. چیزو بزنم، برف پاکن پشت رو بزنم، بعد دوباره بیام جلو رو پاک کنم. کبوترام چیز کردن، اظهار لطف و اینا کردن و بابام گفتش که مثل این که وقتی بمونه اون چیزای فضله کبوترا اسیدی رنگ ماشین رو میبره. چیجور کار میکرد دیدی بلدم؟ موفقیت کمی تا حدود دور ماشینم تمیز کردم. البته خیلی حالت کثافت شد چون که گل و اینا، گل نه ولی کثیف شده چون بارون اومده و زیر بارون بوده.
چیزه یکم بدجور شد، ولی مهم اینه که من بتونم جلوم ببینم. خوبی چم هی هم استرس داشتم ماشین همه که بیاد بدوزده، برای همین هی سوچه هم با خودم نوردم. چون درستون نیست به نام خدا. آها، و این که دارم میرم دوستامو ببینم چند وقت خیلی وقت نیست که نیدمش، یه ما هم سه هفته پیش دیدمش، فعلا تو استرام خیلی وقت نیدمش، برم دوستامو ببینم و یکم با اون وقت بگذرونم، ایشالله که خیره. نه دیگه عزیزم، این وقت هرچی با گوشی خودم میگیرم و خودم میذارم دیگه. سرجونم تو چنل زده، لینکش رو ازتون میذارم اینجا. تو دسکریپشن باز چک بکنید. سهرم دیگه واسمون تو چنل باز کرده. ولی آره تو رو خدا، ولی ویدیو رو به منم بده، منم استفاده کنم. کجا اومدیم؟ بازا ما رفتیم اول اوپا. اینجا جلاتو های جلاتو رو نشونه چقدر شلوغه، همیشه قلقل است دمش، همیشه قلقل است. اومدیم باربیکیو چی؟ تهران باربیکیو. همین جا باید جا بزنیم، ولی اینجا جا پارک پیدا نمیشه. با منم پارک دوپل نمیتونم، باید خیلی بریم بگردیم یه جایی پیدا کنیم. هم میتونی چرا نتونه؟ آره بابا اوکیه، یه کارش میکنیم. خیلی شلوغه ولی اینجا ها. من که آره چه نور خوبی دارم، ماشینم خوش آمد، تشمش نکردم تا الان انقدر مناسبه. اون پارک کرد، اونجا پارک کرد. آه اون پا بابا، خب اون پول میگیره واسه رستوران خودشن حضرت آنان، که فقط بهش رستوران ما. نه دیدی جلوی رستورانشون شاید بزنی موتوریه، برو آقا برو جلوی رستوران. من جدی دارم میگم، اصلا واسه مشتری خودشون. شایی که این میخوای این کوچه رو بری؟ خدا بزرگ خاموش نکنیم. نه چرا خاموش کنی عزیزم؟ میبینم استرس میگیرم اینجا رو هم که بستن. خب خوشگله توی خونه، الان میخوام آمادشم برم لیزر و این ولاگ خیلی داره طولانی میشه، فکر کنم یه هفته است دارم میگیرمش، چون اتفاق خیلی خاصی نیفتاده، تیکه تیکه روزای مختلف گرفتم دیگه. و میخوام این ضد آفتابی که اخیرا متوجه شدم مثل این که توقف تولید شده رو بزنم، خیلی دوستش داشتم. تا چند وقت پیش یه دونم فقط خریدم، نمیدونم چرا همون موقع که دیدم من خوبه نرفتم دوباره بخرم. بعد دیدم که یکیتون کامنت گذاشته که هرشی میگرده اینو پیدا نمیکنه و پرسته بود که من از کجا میخرم. و من این کامنت رو که خوندم شروع شدم که شت نکنه دیگه تولید نمیشه. و هرچی رو اینترنت گشتم دیگه پیداش نکردم، همه جا ناموجود بود. دیگه برنامه اینه که تمام داروخونه‌های شهر رو من برم ببینم کجا میتونم اینو پیدا کنم. چون ببین سبک، بعد وایت کست نداره، یعنی سفید نمیکنه پوست تو و واقعا خوبه. اصلا خیلی ناراحت شدم واقعا فهمیدم دیگه تولید نمیشه. و اینکه یادم افتاد که بچه بودیم تو ماه رمضون که میشد، واسه اینکه مثلا ما خوشحال باشیم که مثلا داریم روزه میگیریم، خیلی سنمون کم بود دیگه، از این روزا میگرفتیم که فقط وعده های غذایی داشتیم، مثلا تنقلاتون وسط نمیخوردیم و اینا. اسمش چی بود؟ روزه روزه جوجه انگشتی، انگشت جوجه داشت جوجه. چرا اسم خب جوجه و انگشت داشت توش، چی میشه؟ جوجه جوجه انگشتی، انگشت جوجه، نمیدونم از همونا دیگه. و اینکه این هم اشاره بکنم که من دارم میرم بلیزر، ولی این اصلا به این معنی نیستش که، یعنی اصلا اینو بخوام بگم، من قبلا یه ویدیو هم گذاشتم کامل صحبت کردم راجع به این که شما اصلا نباید هیچ فشاری از طرف جامعه و بیرون احساس کنید واسه اینکه موهای بدنتون رو شیف کنید، از بین ببرید یا اینکه نبرید. واقعا به خودتون بستگی داره که اصلا میخواید چی کار کنید، میخواید برید لیزر کنید، میخواید اپلاسیون کنید، میخواید اصلا هیچ کاری نکنید. هر کسی یه کاری واسه بدن خودت خود انتخاب میکنی و
حقا نداریم به بقیه نظر بدیم که شیف کنن یا شیف نکنن یا چی کار کنن چی کار نکنن. این مسئله رو گفتم که حتما یادآوری کنم، شلم هم افتاد. آره خلاصه به هیچ عنوان به هیچ شخصی در این جهان اجازه ندید که نظر بده راجع به اینکه با بدنتون چی کار کنید یا نکنید. یه چیز کاملا شخصیه، به چیز شخصی دیگه. اصلا چرا باید نظر بدیم راجبش؟ هر کسی هر کاری میخواد بکنه دیگه، به کسی کار نداریم که. ولی آره من خیلی وقت دارم لیزر میکنم روی این صفحه، میبینید پیج اینستاگرامشون رو، خیلی اینجا میرم. و اینکه آره، ولی میگم یه ویدیو من دارم کامل صحبت کردم راجب این موهای زائد بدن روی زنا و اینکه داستانش چیه و من چی فکر میکنم و اینا. روزه کله گنجشکی بود فکر کنم، کله گنجشکی خیلی منطقی، تو منطقی که نیست اسمش، ولی فکر کنم کله گنجشکی. حالا الان مثلا میرم سرچ کنم میبینم چیز کاملا متفاوت و بی ربطه. و اینکه با ماشینم نمیرم چون فکر کنم سید خندان خیلی جای پارک و اینا نداشته باشه، حوصله ندارم بخوام دنبال جای پارک و اینا باشم، با حمل و نقل عمومی میخوام برم. ایشالله که کرونا نمیگیری. تو ربطی نداره. چرا ربط که داره بالاخره. ماسک بزنیم، سه تا دوز واکسنمون هم که زدیم امیدوارم شما هم زده باشید. واکسن خیلی مهمه و مسئولیت اجتماعی همه ما که بریم واکسنمون رو بزنیم. چیز شخصی نیست واکسن. واکسن چیز شخصی نیست و نیست واقعا. چیز شخصی نیست. آره دیگه من مانتو هم بپوشم. وای الان وای وای. اصلا من از بچگی انقدر هرس خوردم میدیدم آدم آستین کوتاه میپوشن و شال اینجوری میندازن سرشون، شکلی بودم که خب آستین بلند بپوشه اگه میخواد شال بندازه سرت. واقعا اصلا چرا اصلا فک و فامیل که میدیدم خیلی همش نشون دادم که وا این دیگه چه مدلیه، چه حرکتی، آستین کوتاه و شال میندازه روی روسری، مثلا لیدرلی مثلا اینجوری آستین کوتاه بعد این اینجوری رو سرشون هم گره میزنن اینجوری. و من هر دفعه شکلی بودم که این دیگه چه سمیه، قشنگ کاش مثلا یه شومیزی آستین بلندی چیزی حداقل تا اینجا باشه آستینش، خیلی به نظرم یه جوریه. و الان منم هم شکلی شدم، بذارم مانتوم بپوشم. خوب شد دیگه. و اینکه آره بریم دیرمون نشه، اینم بعد فکر کنم بذارم. استفاده کنم این اصلا. آخه من الان استایلم افتضاحه، یعنی قشنگ لباسای دیگه پوشیدم هیچیش به هیچیش نمیاد، چون هم یه مسیری رو بعد پیاده برم هم بعد کلا راحت بتونم راحت بعد تو لباس راحت باید باشم، راحتم لباسمو در بیارم بپوشم. برای همین هیچیم به هیچیم نمیاد و واقعا جالب نیست. بعد احساس میکنم این عینکه اصلا نمیاد، ولی فکر کنم نباید اوورتین کنم و فقط بپوشم و برم، چون که فکر کنم داره دیرم میشه و من نمیخوام دیر برسم.